جنرال گوستاف پرنا مدیر اجرایی عملیات موسوم به ستاب بخشیدن به تولید واکسن کرونا میگوید از فردا دوشنبه عملیات رساندن واکسن کرونا با تریلرهای مجهز به سردخانه های منجمت کننده و برودت زیر صفر به 150 مرکز در سراسر سر آمریکا آغاز می شود فرهاد پولادی گزارش می دهد. جنرال گوستاف پرنا میگوید اولین محموله واکسن های تولیدی شرکت عظیم دارویی فایزر توسط شرکت های توزیع مکسن یو پی و فرکس به احتمال قوی روز دوشنبه به مراکز درمانی تحویل داده می شود. I the first to انتظار داریم اولین محموله ها روز دوشنبه به مقصد های از پیش تعیین شده برسند. هماهنگی بسیار دقیقی برای اجرای این برنامه انجام گرفته است. دولت کارهای مقدماتی برای این هماهنگی را از مدتی قبل انجام داده است دو شبکه بزرگ پست رسانی شامل یو پی و فدکس نیز برای رساندن های حاوی واکسن آماده این نقل و انتقال هستند نیروهای انتظامی دولتهای ایالتی و محلی هم برای توزیع واکسنها به مراکز درمانی و پزشکی با رعایت ضوابط ایمنی همکاری می کنند. جعبه های حمل واکسن زیر نظر و کنترل دقیق ناظران ما در حال پر شدن است. در 24 ساعت آینده جعبه های واکسن از انبار شرکت فایزر به شبکه های پسترسانی یو پی و فدکس ارسال می شود و از آنجا به 636 مقصد از پیش تعیین شده در ایالت ها و قلمروهای خارجی آمریکا فرستاده خواهد شد. جنرال پرنا گفت برنامه توزیع واکسن ها روز سه شنبه و چهارشنبه نیز بیوقفه پیگیری می شود. به گفته یکی از اعضای تیم جنرال پرنا در نخستین مرحله توزیع واکسن ها دست کم 3 میلیون دوز به بیمارستان ها و دیگر مراکز بهداشتی و درمانی فرستاده خواهد شد فرهاد پولادی صدای آمریکا